شکل دوم یک دعوای مردانه. چی شده؟ کجاست؟ پس کیه؟ چرا هرچی صدات میکنم جواب نمیدی؟ صدا میکنی؟ کی صدا میکنی که من جواب نمیدم؟ کی صدات میکنم که تو جواب نمیدی؟ معلومه چی داری میگی؟ نه تو چی؟ من معلومه. خب بگو چی میخواستی بگی؟ یعنی بگم؟ حوصله‌شو داری؟ البته که حوصله‌شو دارم، من همیشه حوصله حرفای تو رو دارم. من میخواستم بگم که امروز یکی از قشنگترین و خب یکی از قشنگترین و لطیفترین روزهای بهاریه که خب. یعنی باقیش هم بگم؟ اگه نمیخواستی بگی پس چرا شروع کردی؟ تو چته کمال؟ کسی گفته سرحال نیستن؟ خب من دارم خودم میبینم. خودت داری میبینی؟ بس کن کمال، اصلا همین چیزو فراموش کن، بشین با خیال راحت صبحونتو بخور. ولی تو حرفتو تموم نکردی، منظورت چیه که امروز یکی از قشنگترین و لطیفترین روزهای بهاریه که؟ من میخواستم بگم که امروز یکی از قشنگترین روزهای بهاریه که تو تمام عمرم دیدم. تو باور میکنی؟ امروز؟ امروز یکی از قشنگترین روزهای بهاریه؟ خودت باور میکنی؟ فکر کردم میتونه باشه. چرا ناراحت شدی؟ من چی گفتم؟ چی شده؟ کجاست؟ پس کیه؟ پس کیه؟ کی؟ چرا هرچی صدات میکنم جواب نمیدی؟ ببخشید مریم، چی میخواستی بگی؟ میخواستم بگم که امروز ول کن، فکر نمیکنم امروز حوصله اینجور حرفا رو داشته باشی. چی میگی مریم؟ من همیشه هر حرفی رو که تو بزنی حوصله‌شو دارم. میخواستم بگم امروز یکی از قشنگترین و لطیفترین خب باقیشم بگم. نمیخوای هفته تموم کنی؟ چیز خاصی نمیخواستم بگم. مریم بگو. چته علی؟ چند روز سرحال نیستی؟ کی گفته من سرحال؟ خودم دارم میبینم. شما چی میبینی؟ خواهش میکنم حرف تو بزن. باشه؟ میخواستم بگم امروز به نظر من یکی از قشنگترین و لطیفترین روزهای بهاریه که تو تمام عمرم دیدم. باور میکنی؟ امروز؟ یکی از قشنگترین روزهای بهاریه؟ تو باور میکنی؟ فکر کردم میتونه باشه. حالا چرا ناراحت شدی؟ مگه من چی گفتم؟
حوصله داری؟ تو امروز همش میخوایی ثابت بکنی که من بی‌حوصله‌ام. شایدم حق با تو باشه. در چه مورد؟ در مورد لطافت یه روز بهاری. این چیه؟ اینش ربطی به لطافت روز بهاری نداره. اینو باید بدیش به بانک. اه. این که دو برابر همیشه است. یعنی ما دو برابر مصرف کردیم؟ گمون نمی کنم. بالایی ها که دو ماه نیستن، پایینی هم که یه نفره. منظورت چیه؟ منظورم اینه که وایس خونه و دخالتم نکن. چی کار میخوای بکنی کمال؟ گفتم دخالتم نکن. اه کمال، گفتم دخالت نکن. سلام دایی جون. سلام دایی جان. اون اسرافکار اذیتت کرده؟ کی؟ آقاتون خونه هست؟ بله هستش. برو تو بهشون بگو بیاد بیرون، زرنم خودت هم دیگه اینجا پیدات نشه. دایی جون، تو به من اطمینان داری؟ خب فقط یه تذکر ساده است. البته امیدوارم. علی سلام دایی جان، برو تو درم ببند. چشم. بفرمید. لطفا توضیح بدین. هنوز سه روز فرصت داریم. اتفاقا فرصت نداریم. نداریم؟ امسال چند دفعه برف اومد؟ تقریبا هیچ. چند دفعه بارون؟ زمستون تقریبا هیچ. من منظور شما رو متوجه نمیشم. بایدم متوجه نشین، بلا وزمون این نبود. آقای لطفی، احساس میکنم شما اومدید دعوا. نه، ولی اگه لازم باشه حالش هستیم. برای چی؟ برای اینکه متوجه بشین آبو نباید هدر داد. این درسته، در حالی که خیلی ها از کمبود آب در مضیقن و سالانه میلیون ها کودک برای نبودن آب بهداشتی جون خودشون رو از دست میدن، شما به صرف این که میتونین پولشو بپردازین اونو اینطور حیف و میل کنین. شما آقا در مقابل نسل های آینده مسئولین. آقا این حرفا چیه داری میزنین؟ اصلا معلومه چی داری میگین آقای لطفی؟ من معلومه چی میگم، شما نمیدونین چی کار میکنین. اصلا قبض ایمه ها من میپردازم، حرفی هست؟ شما میگین؟ مگه مسئله پولشه؟ خب میگی چی کار کنین؟ روشتون رو اصلاح کنین، کمی شرمنده بشین و قول بدین که دیگه تکرار نکنین. اصلا مگه ما چی کار کردیم؟ ببینم از کجا معلوم شما اسراف نکردید؟ ما تو زندگیمون اسراف نکردیم آقا. ما هم نکردیم آقا. این وسط یه نفر حقیقتو نمیگه آقا. معلومه نمیگه آقا. بسیار خوب، من دیگه با شما حرفی ندارم آقا. اختیار دارین آقا، منم که با شما حرفی ندارم. ببخشین آقا. بفرمایید آقا. به نظر شما امروز قشنگترین و لطیفترین روز بهاریه؟ امروز؟ نه، به هیچ وجه آقا. منم همینطور فکر میکنم، ولی نمیدونم چرا بعضیا میخوام بقبولونن که دیدین خانم امروز آنچنانم لطیف بهاری نیست. شنیدید خانمو؟ اصلا لطیف بهاری نیست. چرا من فکر میکردم امروز قشنگترین و لطیفترین روزه؟ منم همینطور. حالا چیکار کنیم؟ مهین! تو بالاخره به من میگی این کیف منو کجا قایم میکنی؟ خیلی ممنون. خدافظ. اسرافکار. بهش بگو خودشه. علی! بفرمایید. شما بفرمایید. نخیر، بفرمایید. خواهش میکنم لطف کنین شما بفرمایید. تمنا میکنم بفرمایید. میبینی تو رو خدا؟
خیلی چه جور روزشون اینجوری خراب دارن میکنن؟ دایی جان. بله. به همسرت بگو من صبح ساعت 8 میرم بیرون، طوری بیاد بیرون که من نبینمش. چشم. ببخشید با آقای لطفی بگید که من صبح ساعت 8 از خود 8؟ 8 میشه مرگم؟ نه نمیشه، ساعت 8 نمیشه، دایی جون قبلا رزرو کرده. عادتشونه همیشه دست پیش میگیرن. یعنی قول میدم امشب ساعت 8 نشده خواهر دوتاشون دلشون واسه هم دیگه پر میکشه. مطمئنی؟ 100%. خدا کنه. بیا توی چایی. نه قربانت. خدا حافظ. میگم علی ساعت 8 شده ها. میبینم. میشه یه دقیقه ورزش نکنی؟ چی میگی؟ میگم هیچ احساس خاصی نداری؟ چرا؟ چرا دارم؟ خب چیه؟ خستم و خیلی گرسنه. منظورم اینه که احساس کنی دلت برای یکی تنگ شده باشه. آره خوب. حالا که میگی میبینم چقدر دلم برای مادرم تنگ شده. باشم یه زنگ بزنم احباس. منظورم خونواده نیست علی آقا. پس نه نه من که از گرسنگی مردم، تو رو نمیدونم. ساعت 8 نشده دلشون واسه هم پر میکشه. ببینم کمان، تو هیچ احساس خاصی که نشونگر تحولی در تو باشه نمی کنی؟ چرا چرا؟ خب؟ خیلی گرسنمه، پس چرا شام نمی کشی؟ شام زوده. به نظر من برای یه آدم گرسنه غذا از نون شبم واجب تره. بس کن کمال. من که حرفی نداشتم، خودت شروع کردی. کمکم کن جدول حل کنم. حالا فهمیدم منظورت احساس متحول شده من نسبت به حل جدول. آره یه چیزی در همین حوالی. ببین میگویند گاهی از فامیل هم به درد بخورتره. همسایه بارکلا همسایه. میگویند از هر کسی میتونه با آدم نزدیک تر باشه. همزر. نه غلطه. خب دیگه چی پس؟ چهار حرفیه. اولش داله. دکتر نه. دوست. همش غلطه هر. ببین یه چهار حرفیه میپرسم سری جواب بده. بعد از هر قهر معنی پیدا میکنه. آش ببینم من این امشب تو این جدول راجع به چیزای دیگه ای ننوشته. چرا ننوشته؟ نوشته برو از همسایه و دوستت معذرت بخواه و باهاش آشتی کن. این که دیگه جدول نی، دخالت تو زندگی مردم. اینا رو بی خود حل نکن. الو سلام. ساعت 8:30 شده ولی هنوز دلشون واسه هم پر نکشیده. من قول میدم که فردا صبح به محضی که همدیگر رو ببینن و تو اولین نگاه همه محبتشون گل کنه. قول بهت میدم. اونایی که قرار گذاشتن صبح دیگه همدیگر رو نبینن. کمال ساعت 8 میره. علی 8 رو. ببین مریم یه کاری میتونی بکنی. تو ساعتتون رو یه رو بکش جلو. ها؟ باشه. خداحافظ. خداحافظ. Thank you.
دیدی داره منت کشی میکنه؟ دیدی داره منت کشی میکنه؟ خجالت بکش بیبر احوال پرسی کن. خجالت بکش بیبر احوال پرسی کن. هزار سال، هزار سال. بعضی ها به قول و قراری که میذارن عمل نمی کنن. بعضی ها ساعت 8 رو وک می کنن 8 و رابه. بعضی ها ساعت 8 رو این که 8ه مریم، پس چه ساعت دیواری 8 و رابه؟ نمیدونم، حتما جلو رفته. بهشون بگید ما دیگه رفیق شفیقی مثل ایشون نداریم. بهشون بگین انگار ما داریم. بده من این کیفو. بده من این کیفو. حوصله منت کشی ندارم. انگار من دارم. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید، خواهش میکنم. تمنا میکنم بفرمایید. خواهش میکنم، نه دیگه بفرمایید. اصرار نکنید، بفرمایید. اینو اونو. مهی، تو که گفتی این صبح همدیگر رو ببینن محبتشون گل میکنه. من مطمئنم که فردا صبح که همدیگر ببینن حتما گل میکنه. مطمئنی؟ 100%. خداحافظ. خداحافظ. بفرمایید. شما بفرمایید. نه خیر، شما بفرمایید. نه خیر، شما بفرمایید. تمنا می کنم شما بفرمایید. خواهش می کنم شما بفرمایید. ای بابا بفرمایید. بفرمایید. بابا بفرمایید. کارا چی میکنی کمال؟ بابا نمیخوام قیافشو ببینم. من که سوره، من اختیار زندگیمو ندارم، اختیار خودمو ندارم. خیلی خب، خداحافظ. خداحافظ. سلام دایی جون. سلام دایی جان. اگه این کیف رو جلوتر بهم داده بودی طرف بی خودی فکر نمی کرد که دارم منت کشی می کنم. بس کن کم. همینی که هست بده من این کیف رو. خداحافظ شما. خداحافظ. مهین، تو که گفتی امروز صبح حتماً و مطمئناً و 100% محبتاشون گل میکنه. راستش من دیگه خسته شدم. منم خسته شدم. میای تو؟ آره میام تو. میدونی مریم، گاهی اوقات آدم ها چطوری بگم، احساس خستگی، کسالت، بی‌حوصلگی میکنن، دچار افسردگی مقطعی میشن. لطفی هم یه چند روزی بود توی همچین حال و هوایی بود که اون قضیه پیش اومد. علی هم یه چند روزی بود که سر حال نبود، همش دنبال یه بهونه میگشت که با من دعوا کنه که با دایی جون دعوا کرد. من واقعا حوصله‌ام سر رفته. منم یه نقشه ای واسه شون دارم. چیه؟ که تو بخور تا بهت بگم. چشم. یه نقشه ای دارم که حال هر دوتاشون رو جا میاره. یادته که چند روزی بود که داییم احساس افسردگی و بی‌حوصلگی می‌کرد؟ نه
یعنی یادت نیست؟ منظورم اینه که یادمه. حالا مگه چطور شده؟ این به اون خاطر بوده که اون منتظر بوده، میفهمی؟ منتظر. نه، یعنی منظورم اینه که منتظر چی بوده؟ نکنه قبض آب؟ علی، چرا متوجه نیستی؟ دایی منتظر نتیجه آزمایش بوده. کدوم آزمایش؟ علی، دایی من نتیجه آزمایشش مثبت بوده. خب خدا رو شکر که چیزیش نبود. مثبت یعنی این که آره؟ وای، ای وای، با اینکه اسراف در هر حالتی کار خوبی نیست، ولی من خیلی دلم براش میسوزه. هنوز خیلی جوون، هنوز خیلی آرزو داره. بیچاره مریم، یعنی واقعا منظورم اینه، حتما جدیه. وای چه بلایی به سرمون اومده. نمیدونم چقدر وقت داریم؟ کی؟ تو یا اون؟ مگه فرقی هم میکنه؟ خب به هر حال اون میره و تو میتونی قبض آب بکنی. من دلمو نسوزون. نهین بگو چقدر وقت داره؟ نمیدونم کمال، نمیدونم، شاید یه روز، یه هفته، یه سال، 10 سال، 100 سال. یه هفته، یه ماه، یه سال. مریم یعنی هر لحظه ممکن حالش به هم بخوره؟ آره. مریم ما دیگه فرصتی نداریم. من میخوام برم ببینمش. علی، اون نباید بفهمه که ما فهمیدیم. یعنی خودش میدونه؟ آره. ببین علی، ما رفتارمون درست باید مثل گذشته باشه. تو باید همونطور باهاش قهر بمونی. حتی حق نداری باهاش حرف بزنی. من باهاش قهر بمونم؟ اونم توی همچین موقعیتی؟ مریم این از عهده من خارجه. من میخوام باهاش حرف بزنم، صداش کنم آقای لطفی. اونم به من بگه علی آقا. میخوام صداش کنم علی آقا. میخوام بهم بگه آقای لطفی. میخوام وقتی با هم میرسیم جلوی در بهم بگه اول شما. من بهش بگم نه نه نه، اول شما. بعدش بگم علی آقا بس کن دیگه. بعدش با هم دیگه گیر کنیم به چارچوب در. ای سیاهی شب، ای کسانی که راحت و خوشحال در خانه خود آرمیده اید، من غم خود را با که گویم؟ ای ستارگان که شب را شکسته اید، صبح نشید چون من خیلی خیلی میترسم.
میترسم صبحی تلخ در پیش داشته باشم. هرگز نمیر نمیر ای دوست که بی تو شب من بد جوری بی ستاره است. کمال بابا یه خود واقع بین باش. ببین هنوز که اتفاقی نیفتاده. اصلا من نباید این حرفو به تو میزدم. این شب بی ستاره عجب غلطی کردیم ها. چو مرغ شب خواندی و رفتی، دلم را لرزاندی و رفتی. شنیدی غوغای طوفان را، ز خواندن و ماندی و رفتی. چو مرغ شب خواندی و رفتی، دلم را لرزاندی و رفتی. شنیدی قوقای توفان را. باورت میشه مهین؟ نه اصلا باورم نمیشه. یعنی دیگه هیچ وقت علی آقا چیزی شده؟ نه من خانم نه. خداحافظ. خداحافظ. ای روزگار. کمال. زیاده روی نکردیم؟ چاره نداریم، باید تا آخرش ادامه بدیم ببینیم چی میشه. خدا خدا بله بله متوجهم خانم رو. بگید پسترهای روز درختکاری رو بگید کنار پوسترها عکس یه گاو هم بکشن. میدونید طبیعت بدون گاو خوبم. حالم خوبه خانم ربات. بله خوبم. آقای لطفی چیه؟ به مرحمتتون خوبم. این فرمایشات کدومه؟ پرسیدم چرت گوساله پروار نداری؟ مگه آدم از فرداش خبر داره؟ من امروز میخوام نه فردا. عمر دست خداست.
بفرمایید. شما بفرمایید. نه بفرمایید خواهش میکنم. نه خواهش میکنم شما بفرمایید. تمنا میکنم بفرمایید. بفرمایید دیگه. نه بفرمایید خواهش میکنم. سلام. سلام. بیا تو. ببخشید. تازه چه خبر؟ آخی ببینم این جون مسکن داری؟ علی نیم ساعت تب کرده افتاده. تب کرده؟ آره. چه عالی. عالی؟ الان وقتشه. وقت چی؟ گفتی مسکن خیلی قوی میخوای؟ نه. آهانه آره آره مسکن خیلی قوی قوی. کمال چیه مهین؟ ما مسکن خیلی خیلی قوی داریم. برای کی میخوای؟ برای علی آقا. علی آقا؟ وای به این زودی. سلام دایی. سلام دایی جون. مهین اون میدونه که ما میدونیم که یعنی دایی جون خواهش میکنم دایی. به شما حسودی میشه که اینقدر قوی و بردبار هستیم. متشکرم. حالا چند وقت درده شروع شده؟ نیم ساعت دایی جون. بمیرم براش. خدا نکنه. حالا حالش خوبه. منظورم اینه که وای خدای من دیگه طاقت ندارم. من در این لحظات من باید ببینمش. ببینم. میدونه که ما میدونیم. نه دایی جون. خودش میدونه که. بله دایی جون. وای چه قدرتی، چه استقامتی. علی آقا تو مایه افتخار مایی. علی آقا اومدی؟ کاش زودتر می اومدم. وقتی اومدی نفهمیدم کی اومده، وقتی رفتی فهمیدم کی رفته. این جمله حکیمانه مال کدوم فیلمه؟ قبلا دیدم یادم نیست. هیچ فکر نمی کردم اینقدر شجاع باشی. منم هیچ فکر نمی کردم. خب این چیه؟ سرم فیزیولوژی. باشی کار میکنی؟ میریزم تو بینی. این قرص و دوا و اینا چی میخوری؟ استامینوفن. برات کافیه؟ در چنین وضعیتی بله. چطور تحمل میکنی؟ درد من که چیزی نیست آقای لطفی. شما چطور تحمل میکنی؟ الان درد من تویی علی آقا. درد من هم شمایید. من بدون تو علی آقا فایدش چی؟ خب چند وقت متوجه شدی که؟ سه روزه. شما چند روزه؟ سه روزه. چه تصادفی. شما میترسید؟ من لزومی نداره بترسم. شما چی؟ منم لزومی نداره.
خیلی شجاعی علی آقا. شما هم خیلی شجاعی آقای لطفی. یادتونه روز اول با مشت زدم تو چونتون؟ یادمه. تو رو خدا حلالم کن. ای بابا یه مشک چیزی نیست. من امیدوارم شما سالم و تندرست و زنده بمونین. هی بزنین زیر چونه من. خیلی باصفایی آقای لطفی. من تا حالا کجا بودم؟ ای دنیا! ای دنیا دنیا دنیا، این منصفانه نیست آقای لطفی، این منصفانه نیست به خدا. حالا شما دردتون یعنی چی احساس میکنی؟ یه کمی گلوم میسوزه فقط. بس هنجره و سینم و ریه، یه خورده پاهم درد میکنه. پاهم مگه میگیره؟ تو این نوعش پاهام میگیره. آره بمیرم برات. شما کجاتون درد میکنه؟ من هیچ جا. این دو نوع هستش که درد نداره. بله بله متوجه نمیشه. آها منو ببخشید. تو هم منو ببخش. من کوچیک‌تر بودم. من باید رعایت حال تو رو می‌کردم. در چه مورد؟ با وضعی که شما داشتین انصاف نبود. چه وضعی؟ این حرفا که گفتنی نیست علی آقا. کدوم حرفا؟ این که از عمر پرفتوت شما یه کمی باقی مونده. من فکر میکردم از عمر پرفتوت شما کمی باقی مونده. خدا نکنه. معلومه خدا نکنه. ببینم اصلا چرا شما دراز کشیدی؟ سرما خوردم. ولی به من گفتن که به منم گفتن که ببینم اصلا کی به ما گفته که مهجم مهی مهجم مهی درو باز کنی. میگم درو باز کنی. حالا نقشه میکشی؟ حالا جیگر ما رو کباب میکنی؟ حالا حالا موسیقی